یه خیابون پر مجنون که منو میبره تا دم بهشت، نمیدونم چی بخونم واسه وسوش به خدا کمه این چه حسه قریبونم است که داره منو دگرگون میکنه، حرمش هر شب جمعه همه رو یه روز مهمون میکنه، بی تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای عشقم چقدر هستی دلسوز، حرمت هر شب هر روز روزی های من، آرزومینه که باشم این شبها من کربلا، ای آقا آرزومینه که باشم این شبها من کربلا، کربلا 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 کربلا. چون چاره نیست منو میبری ها، خونت گردن خودت ها، الا ای قافله سالار زینب، انیسو مونسا غمخوار زینب، ره دورا جفای این زمانه، تن زینب کجا و تقصیر حسین تازیانه، ندارم مجری ای جان فدایت، گذارم تا به روی زخمهایت، ندارم مجری ای جان فدایم، گذارم تا به روی زخمهایم، ندارم مجری ای جان فدای، نگیر دستش بذار بزن، بلش بلش آتش. دوباره شور نام تو سر زند از نوای من، دوباره شور نام تو سر زند از نوای من، دوباره شور نام تو سر زند از نوای من،
دوباره یاد تو دهد گریه به های من، خاکم و گنج مهر تو ارزش من بهای من، ولای تو گوهر عمر هستی من بقای من. ای دل پاک اهل حق آینه تو یا حسین، ای شرف شهادتت عزت انبیا حسین، خلقت تو بهانه وجود ما سوا شده، نام تو سکه شرف، مهر تو کیمیا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. با عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به ساحت مقدس آقا و مولام حضرت بقیت الله و یکایک شما حسینیان عزیزی که هر شب با ما همراه هستید و بر سر سفره عشق بحر امید و التجا می نشینید به عشق این که انشاءالله قطرات عشق شما رو وجود نازنین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ببینه و مادرش بخره. روایت قریب به این مضمونه که امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ چشمی گریان نمی شود مگر این که امام مفترض الطاعه جد قریب ما حسین ابن علی علیه السلام جلوی اون چشم حاضر میشه و بر چشمان او نگاه میکنه، پس از او چشم به خاطر مظلومیت حسین گریان میشه. حرفیست سنگین، ولی تمام آرزوی ما اینه که به دیدار آقا سید الشهدا علیه السلام برسیم. این لقاء و این وصال برای همه شیرینه. پس حرف گزافی نیست وقتی اون بزرگ گفت که عشق اذن دخول به حرم یاره. یعنی اگر توی این شبها پای این سفره عاشقانه بی ریا عشق ریختی، اون وقته که محرم میشی و محرم یار. الهی که نصیبتون بشه و خداوند به ما هم عنایت بکنه بتونیم پرده ها رو کنار بزنیم از چشممون و ببینیم که کنار امام زمانمون نشستیم و بر قربت و مظلومیت آقا سید الشهدا علیه السلام داریم عشق میریزیم که فضیلتی بسیار بالا داره. اطاله کلام نکنم، پس از این مقدمه مهمانان عزیز رو که در خدمتشون هستیم میشناسید. الحمدلله چند شبیست از اشعارشون، از صداشون و از افاضات فیضشون داریم بهره میبریم و لذت میبریم. حاج اسقرهای فتایی عزیزمون خیلی خوش اومدین، سلام من رو بپذیرید. سلام علیکم. هاستلی های فالی عزیز خیلی خوش اومدین، ممنون. این شما و این هم بینندگان عزیزی که هم شما رو دوست دارن هم اربابتون رو که براشون ناکری میکنید. حاج اسقر آقا سید بسم الله بفرمایید. صدای شما سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان محترم شبکه امام حسین. از همگی التماس دعا دارم. با سلام به پیشگاه مقدس آقا مولام صاحب آقا بقیت الله العظم روی فدا و عرض تسلیت به مناسبت این ایام و سلام بر بینندگان عزیز شبکه امام حسین در سراسر عالم که خدایش منو تحمل کردن تو این شبها، لذت میبرم از صحبت نفهم. خداوند رو قسم میدم به حرمت حضرت سید شهدا سلام الله علیه که قسمت روزی همه تون کنه، شما عاشقان دل باخته ای که دلتون میخواد مشرف بشین حرم حضرت سید شهدا سلام الله علیه. انشالله اربعین اینجا هم دیگر رو ببینیم. اربعین به ما بگید، همینطور که بعضا آیون میان میگن دیدیم شب سوم چهارم پنجم،
ما از اون شب کربلایی شدیم. انشالله شما را هم اربعین زیارت کنیم انشالله. که بگین برای فلان شب ما دلمون هوایی شده اومدیم کربلا. دلها که هوایی هست، دل شیعه همیشه هوایی کربلا رو داره. انشاءالله که تو حرم سید الشهدا سمولانه شما رو زیارت کنیم، در خدمت شما هستیم. خدا خیرتون بده. شاید خیلی مقدمه چینی نیازی نباشه، چون مردم آمادن تا نام مبارک آقا سید الشهدا علیه السلام رو بشنوند و لذت ببرند و عشق بریزند و صله بدهند به پیغمبر. اما چون فرصت ما جوریست که معلوم نیست از این استودیو که میریم بیرون، خودم رو عرض میکنم چه به سرمون بیاد، باید از تمام لحظات استفاده بکنیم. من وقتی دوستان، بزرگان و اساتیدی مثل شما رو میبینم، خیلی خوش ندارم که راحت از کنارشون بگذرم، دوست دارم بهره ببرم. یه قراری با هم گذاشتیم، نمیدونم امشب مجالش رو داریم، صلاح میبینید یا نه، که از اساتیدتون، از خاطراتی که کمک میکنه در حسینی شدن ما و مؤثر در گریه کردن ما هست، خصوصا سیره بزرگان که شما محضر خیلی هاشون بودید، میدونم از جان عالمی به فدای اربابمون، از کسایی که ریزه خور آستان حسینی بودن، من جمله مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که میدونم خیلی خاطرهای خاص و گریه کردن ها باهاش داری، و دیگر حضرات. حالا اگر صلاح میدونید قدری امشب صحبت کنیم و الا زمان رو بگذاریم برای نوکری. لحظاتی و خب من اتفاقا خودم امشب با صدا سناواتون جلسه پایین که بودیم خدمتون عرض میکردم، آیون تشریف داشتن، حالا به آسد علی آقام عرض میکردم یه لحظه ای که تنها بودیم در رابطه با برادران از مدیح سرا و زاکر، نوه حضرت آیت الله شیرازی، توی یه جلسه بودیم چند سال پیش، خیلی سال پیش، علی آقام بود، آی پاکدامنم بود تو اون جلسه، یادم من یه چند بیت از یه غزلی که گفته بودم برای حضرت رضا سلام الله علیه، اونجا خوندم، یه بیتش این بود که جوانیم به راحت طی شد و خدا را شد که عشق روی تو هم بوده است، بود و نبود. ره حریم تو راهی بود به سوی بهش، که از این طریق رسیدم به کعبه مقصود. ایشون یه جمله فرمود که حاضری این شعر رو با 30 سال عبادات مستحبی من عوض کنیم. من عرض کردم آقا شوخیم؟ فرمود نه، جدیم، معامله کنیم امشب. بعد این رو فرمود که این که فرموده در ازای هر یک بیت، بیتی در جنت میدن به صاحبش. یاد اومد من میخوام الان اگر عزیزان من، زاکران، مددهان دارن صدای منو میشنون یا تصویر منو میبینن، خدا حفظ کنه آی سازگار رو، بزرگان رو، آی معید، آی شفق، آی انسانی، همشون به نحوی تو این آستان زحمت میکشن. اون که قطعاً ما شعرهای آینیمون از قبل از انقلاب همین آی سازگار، آی انسانی، آی معید و آی شفق رو من میشناسم، بودن الا ماشاءالله بوده و هستن، ولی این حضرات عمرشون رو طی کردن. آی انسانی یادمه، این جزء شعرهای جوونیشه که من از کودکی عاشقت بودم، چقدرم الان یعنی میخوانم مدهان جوان اومده این شعر بر قلب همه بچه شیعه نشسته. یا آی سازگار همینطور به نحوی، یا آی معید داره که مهر تو را به عالم امکان نمیدم. شاید الان بالای 40 سالش باشه این شعر. بله، که انتهاش همون سرمایه محبت. بله، و بیت تخلصش بسیار زیباست. تا سر نهاده ام چو معید به درگهت، تن زیر بار منت دونان نمیدم.
یعنی واقعا اینه کسی که در خونه اهل بیت اومد جای دیگه نمیره، اصلا جای دیگه بلد نیست، شاید حقیره دیگه بلد. جای دیگه رو عرض میکنم بلد. حقیره براش بلد. همینه، قطعا همینه. یا آی شفق هم اینطور، آی شفق بسیار انسان وارسته ایه، خدا رحمت کنه حاج رضا انصاریان رو، خیلی از شعرهای آی شفق رو شون دهه که در خدمتشون بودیم میخوند. آی شفق رو میگم شعراش رو بیشتر آی انصاریان استفاده میکرد از شعرهای بله. خدا رحمت کنه حاج رضا رو، روش مهمون حضرت رضا سلام الله علیه باشه. من این رو گفتم که مرحوم شیخ عباس واعظ پایین بودم آسدل سدل یاقای فالی، یه لحظه این یادم اومد گفتم سدل یاقای میشه برات نمیگم الان که بالا بگم که بهره ببری و حالت عوض بشه. مرحوم شیخ عباس واعظ میگن بسیار بد صدا بوده، خیلی بد صدا بوده، ولی از مشهورترین و آز میشه ایشون، علت هم داره. میگن اینقدر بد صدا بوده، من گاهی که اینو میگم میگم که مثل من تو بد صدایی بزرگواری. بعد ایشون یه شب هیچ جلسه نداره، گاهی مثلا گاهن میرفته جایی میگفتن که آش خباس نمیخواد بخونی، این پول پاکتت برو بخونی تا این حد. یه شب میره خونه دست خالی، خانومش بهش میگه که چرا چیزی نگرفتی برای خونه، میگه که جلسه نداشتم امشب. پرخاش میکنه بهش که پس چی تو داری میگی من نوکر سید شهدا هستم؟ شیخ عباس میگه خیلی دلم شکست، رفتم تو اتاق خودم در بستم و شروع کردم گریه کردن. گفتم یا ابا عبدالله، ما یه خانومم بود چیزی به ما نمیگفت، اونم امشب دیگه اینطوری ما پرخاش کرده، مگه من نوکر تو نیستم؟ گفت خوابم برد حضرت سید شهدا سلام الله علیه رو دیدم، فرمود شیخ عباس مگه من به تو گفتم بیا نوکر من باش؟ من به تو گفتم؟ گفت من دو دستی زدم تو سر خودم، گفتم به به، تا حالا من فکر میکردم من نوکر شما. گفت یه مرد این که یا رحمت الله الواسعه جانم باغ، فرمود که ولی شیخ عباس از امشب خودم میگم بیا، از امشب دیگه با خودم، خریدارش خودم. گفت صبح شد دیدم در خونه میزنن، نوکرای احمد میرزان اومدن، به خانمم گفتن به شیخ عباس بگو بیاد خونه احمد میرزا منبر بده. جمعیت عجیب اونجا، من باور نمیکردم این جلسه رو. گفتم مزاح نکنید با من. گفتن احمد میرزا گفته اگر اومد که اومد، نه به زور بیاریدش. گفت رفتم دیدم جمعیت عجیب، 5-6 هزار نفر نشستن. رفتم بالای منبر تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم مجلس منفجر شد گریه با بسم الله. گفت میخونم قیامتی شد. گفتم اون که شد جلسه خواستم بیام پایین، احمد میرزا گفت پیاده نشو، از منبر پیاده نشو، باش مردم من دیشب حضرت سید شهدا رو تو خواب دیدم، فرمود هر کی میخواد روزه شو من قبول کنم، شیخ عباس بیاد بره منبر. گفتم این طوره، وقتی خودشون بخواد دست بگیرن همین طوره. من گاهن میگم، میگم هر رو اگر خود سید الشهدا دستشون نگرفته بود هرگز هر نمیشد، یعنی تو اون سپاه 30,000 نفری 40,000 نفری تا 120,000 نفری که گفتن، چقدر مگه اومدن طرف سید الشهدا؟ شاید از همین سپاه حداقل 6-7 هزار تاشون نامه نوشته بودن به سید الشهدا، جز اونایی بودن که نامه نوشته بودن، ولی هر عرض کرد آقا من نامه ننوشتم به شما. اینقدر مرد بود، آقا من ننوشتم، ولی بله میبینم، من شرمندم از اینکه اینا نامه برات فرستادن. لذا دارم عرض میکنم، حالا من بچه ها امیر آقام گفته بودم توی مستندی گاهن این چیزها رو بگم که بمونه، عیب نداره. من خیلی از بزرگان گفتم، بزرگانی که خیلی ها نشناخته براشون موندن و رفتن، باید اینا گفته بشه، باید ثبت بشه، چون اگر ثبت نشه به مرور اینها به دست فراموشی سپرده میشه. چیزی نیست که جنس بازار باشه فردا نو بیارن، اینا کهنش بهتره.
هر چیزی گفتم، گفتم همه آرزو دارن یه وقتی بازنشست بشن هر جا هستن. ولی من یه وقتی میگفتم خدا رحمت کنه به مرحوم علامه، محمد علامه، خدا رحمتش کنه، شاعر و مداح، به ایشون گفتم، گفتم آقای علامه همه میخوان بازنشست بشن تو این پست که اصلا راحت بشن، ولی من میگم یا ابو عبدالله ما رو بازنشستمون نکن، تو نفس داریم بگذاریم بگیم حسین با این نغمه حسین که بر لبمونه این طوری جون بدیم که مرحوم علامه یه قصه عجیب یه روز تو حرم از سید شدا برام نقل میکرد، شایدم ربطی الان خیلی نداره، ولی چون امامان عسکریم خیلی مظلومن چقدر خوب شد الان به ذهنم رسیدیم رو بگم. ایشون میگفت یه روزه دهیی داشتم، شب آخر اون روزه دهیی یه روزه مال یه پیرزن بود که ماهونه بود میرفتم، اول بین خودم نفسم درگیر بودم که اون روزه رو امشب نرم ماهونه رو، برم شب آخر ده هست اینجا به قولی شبی موزه، بعد گفتم نه این نامردیه، اون پیرزن منتظره، رفتم سلام علیک، گفت آی علامه امشب عجله نکنی، گفتم برای چی مادر؟ گفت امشب دلم میخواد یه روزه برای امام هادی بخونی که خیلی وقت نشنیدم، و یکی برای امام عسکری، برای این دو امام امشب میخوام 30 روزه بخونم که قربون قربتشون برم. خدا لعنت کنه این داعشی ها و این سلفی ها و اینها رو، گرچه میرن بچه های شیعه میرن، خدا حفظشون کنه، خدا نگهدارشون باشه، هر جور باشه میرن زیارت میکنن. ایشون میگفت نشستم 50 بیت برای امام هادی خوندم، یه روزه 30 برای امام هادی علیه السلام خوندم تقریبا بیش از نیم ساعت، بعد برای امام حسن عسکری یه 60-70 بیت هم برایشون خوندم و خیلی طول کشید. وقتی تموم کردم خواستم بیام بیرون، مادره گفت که آی علامه امیدوارم که حضرت زهرا مزدت رو بده امشب، رو همه عمرم یه طرف روزه امشب دیگه طرف. گفت رفتم، گفتم خب اون جلسه تموم شده حداقل ادب حکم میکنه برم به صاحب جلسه بگم قصه چی بوده، قول قبلی بوده، قرار قبلی بوده. گفت رفتم دیدم یه جوان داره میخونه، تا من رو دید گفت خب آب اومد تیمون باطل، علامه اومد نشست. گفتم نه، گفت نه بیا پشت من. گفت خوندم تموم که شد اومدم دم در، صاحب مجلس اومد دو تا پاکت به من داد. گفتم چیه این؟ گفت این پاکت اول مال ده شبیه که اینجا خوندی، پاکت دومت مال اون روزه یه که امشب خونه اون پیرزن خوندی برای امام هادی و امام عسکری. گفتم چی شد؟ هیچکی خبر نداشته، من میدونم خدای خودم اون پیرزن اونجا، کس خبر نداشته. گفت دیشب خواب از صدیقه طاهره رو دیدم، فرمود فلانی فردا شب علامه دیر میاد، یه نفر رو بگو بخونه تا علامه بیاد، چون ایشون قراره برای دوتا بچه های غریبم امام هادی و امام حسن عسکری روزه بخونه، پاکت خودت هر مقدار میخوای بذار براش علامه رو برای این ده شب، ولی پاکت من فلان مبلغ بگذار. علامه میگفت دیدم پاکتی که برای این دوتا گذاشته خیلی زیادتره. بعد سوال کرد، گفت نخواستم پازلو به پای از صدیقه طاهره بگذارم، هر مبلغی که ایشون فرموده من نصفشو گذاشتم. او یه مبلغ عجیبی، این که اینها واقعا شاهدن ناظرن و تو همه جا به پای ما هستن. من میخواستم دو سه بیت بخونم بعد صد علی آقا بخونه، ولی اون حرفی که برای محتشم زدم یه مرتبه دیگه یادمه، صد حسن آقا تو همین استادیوی قبلی بودیم تل زینبیه، اینو گفتم محتشم بعضا فکر میکنن که یه روز دو روز شعر دوازده بند سروده رفته، نه این نیست، 18 سال طول کشیده محتشم دوازده بند رو سروده، و این شعر مندگاریش بیشتر برای اینه که شروعش مصرع اول با امام معصوم شروع شده، این که تو سینه دیوارها هست همه، یعنی الان همین کتیبه ای که ما خودمون داریم تو اینجا تو استودیو، این کلام امیرالمومنین اگر بره رو اون کتیبه، نمیدونم بچه ها میتونن اگر تصویر رو داشته باشیم رو کتیبه،
باز این چه شورش است که در خلق عالم است. نه با دوربین این رو این بدید. کلام حضرت امیر سلام الله علیه، چون محتشم در خواب حضرت امیر رو دید، حضرت بهش گلایه فرمود که محتشم تو داداشت از دنیا رفت به اندازه یک کتاب برای شعر گفتی، ولی برای حسین من یه بیتم نگفتی. ایوه. چون ملا بود محتشم و عاقل، فوری سوال کرد آجان چی بگم؟ خود آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده این رو، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. یعنی این باز زمان مشخصی نداره، دائمیه. بله دائمیه این، یعنی هر سال شما باز اینو میشنوی، باز این چه شورش است. یعنی نه زمان گذشته است، نه حال، نه آینده، دائم میتونی شما استفاده ازش ببری، هم برای گذشته، هم برای حال، هم برای آینده. لذا وقتی بیدار شد محتشم سریع اینو گفت، مصرع دوم رو، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. ایشون میگه شعر رو گفتم تا اینجا رسیدم که کردین خیال وهم غلطکار کن غبار، یا کردین خیال وهم غلطکار کن غبار، تا دامن جلال جهان آفرین رسید، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. اگر آورد بر ذات، خودش میگه گفتم اگر مصرع بعد رو بگم کفر گفتم، دیگه جرأت نمی کنم. تا اینجا رسیدم دیگه از اینجا بعد نمیگم. متوسل شدم به حضرت صاحب الامر، ایشون رو دیدم در رؤیا، فرمود محتشم شعرت رو بخون. گفت عرض کردم آجون مصرع اول رو جدتون امیرالمومنین فرموده، تا اینجا گفت این تا این بیت رو خوندم که کردین خیال وهم غلطکار کن غبار، تا دامن جلال جهان آفرین رسید، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. گفت آقای اشاره فرمود او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. لذا این که حتی مسیحی ها گریه میکنن، یهودی ها گریه میکنن، زرتشتی ها گریه میکنن، سنی هایی که پاکن گریه میکنن، آزادن گریه میکنن، هندو ها، شما این بعضن حالا اسم نمیخوام بیارم، اینایی که میان اینجا بعضن واقعا یه چیزای خاصی دارن، ولی گریه میکنن برای از سید شدا سلام الله علیه، و همین گریه انشالله راه نجاتیه برای همشون و برای ما انشالله. من میخواستم یکی از بندهاش رو بخونم، آسد حسن آقا، بعد آسد علی آقا شروع کنه، بعد از اون روزه با اجازه تون این بند عجیبیه، چون یه بیتش اینه که آن خیمه ای که گیسوی هورش تناب بود. اصلش من رو این خیلی حساسم که گفتن این خیمه میخ برای چی بکنید به زمین کربلا، هور اومده اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی بحثی که داشتیم رو سر، که روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، اتفاقا یه حرف قشنگی قاسم آقا زد پایین، گفتم که خورشید رو کسی مستقیم نمیتونه نگاش کنه، لذا درسته ما مثلا السلام علیک ایوه شمس و شموس به حضرت رضا سلام الله علیه، بله خورشید خورشیدها، ولی خود خورشید هم نور میگیره از حضرات معصومین، مثلا به عشق روی اونها خلق شده. بله این اینه که خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار، گفت وقتی من کسی که ازش نور میگرفتم سرش رفت به نیزه، بگذار دیگه پنهان نباشه چیزا، بیام بیرون. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، سر برهنه برآمد ز کوهسار،
موجی به جنبش آمد و برخواست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، یا این تو گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. اومد تو خیمه امام سجاد از زینب عرض شد یادگار داداشم چه خبر شد؟ فرمود عمه جان پرده خیمه رو بزن بالا. وقتی پرده خیمه زده شد بالا ای خدا فرمودم ای کار بابام تمام شد. عرشان زمان به لرز در آمد که چرخ پی افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه ای که گیسوی حورش تناب بود شد سرنگون ز باد مخالف و بابوار شد سرنگون ز باد مخالف حباب وان. خیمه ای که قمر بنی هاشم سر پا کرده، خیمه ای که حضرت حسین سر پا نموده، جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتن بی اماری و محمل شطر سوا. یا زینب یا زینب، روحش فیض ببر محتجم، جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتن بی اماری و محمل شطر سوار. با آن که سر زدن عمل از امت نبی، روح الامین ز روح نبی گشت شرمسار، وانگه ز کوفه خیل علم رو به شام کرد، نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد. ای که چشم ملک العرش
سرش برای تو گریست، در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست، چون علی چشم خدا بود برایت گریان، بی توان گفت خدای تو برای تو گریان، آدم بشر از بهر تو شد نوح سرا، چون که بشنید ز جبریل رسای تو گریست، بس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا، آب شد آتش و آتش به هوای تو. آقا جان تا سرت را به سر نیزه اعدا دیدم، تا سرت را به سر نیزه اعدا دیدم، آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گری، چه مگر دید در آن روز امام سجاد، که 40 سال پس از کرب و بلای تو گری، بلای شام زیر سایه رأس پدر هست. یه بیتو بخونم آسدنی آقا ادامه بده. برای شام سایه رأس پدر هستم، دل من بر تن در آفتاب سایبان سوزد، تو ای دشمن به پیش چشم من بر عمه من کم جسارت. تو به پیش چشم من بخونم دار، چه مگر دید در آن روز امام سجاد، که 40 سال پس از کرب و بلای تو گریم، حضرت طفل 6 ماه میدید گریه میکرد، کاسه ی آب میدید گریه میکرد، دختر 3 ساله میدید گریه میکرد، گر نبودی تو در آن دشت بلا
برد زینب غم دیده به جای تو گری بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا پسرت مهدی مود برای تو گری آفتابم هلال ماه شدی کاروان را چراغ راه شدی روز و ظهر و هلال این عجب است آفتابم گرفته یا که شب از حسین جان هر طرف رو کنی به سوی منی مثل آینه رو به روی منی دل سنگ از خون زماتم تو نیزه خون گریه کرده در غم تو زده آتش به جان و شعله به تن خنده نیزه دار و گریه من خنده یه نجزه دارو گریه یه من تو هلالی من ستاره تو کشته یه جلوه یه دوباره تو سرد نکنه ای ستاره شده قلب خورشید پاره پاره شده برادرم در دو چشمم نگاه خسته تو عکس پیشانی شکسته تو عکس پیشانی شکسته تو نیزه نیزه از خون هنجرت خجل نیزه از خون هنجرت خجل نیزه دارد چقدر سنگ دل حسین جان از جبین شکستت خجلت از جبین شکستت خجلت کم نگاهم کنی عزیز دلم ای حسین نگاهم کنه ای عزیز دلم کم نگاه کنه ای عزیز دلم
قاتلت هم انان من شده است. چشم تو ساربان من شده است. عزیز برادر، داغ تو مثل شم آبم کرد. داغ تو مثل شم آبم کرد، نگه دخترم کبابم کرد. آخه ای دست کوتاه و دور، محمل من دست کوتاه و دور، محمل من نیزه خم شم به خاطر دل من، نیزه خم شو به خاطر دل من. دلم برا برادرم غزل دل شده. آخه ای تا گلابش ز عشق دید زنم بوسه بر هنجره برید زنم، آسمان بر سرم خراب شده، گرد ره بر رخم حجاب شده، منم و کاروان و عشق روان، خنده و داغ و سنگ و زخم زبان، از سر نیزه ها صدایم کن، تا نیفتادم ز پا دعایم کن. کاش پیش از بریدن سر تو می بریدن سر خوار تو. دست تو را به روی نی، هرچه نظاره می کنم. خیلی عجیبه، وقتی برگشت قافله مدینه وارد نشدن. امام زین العابدین سلام الله علیه به بشیر فرمود برو اول خبر بده تو شهر مدینه. مستقبلینی که اومده بودن به استقبال این قافله، جزءشون عبدالله جعفر هم بود، اومد خدمت امام زین العابدین سلام الله علیه. آجون همسر من کجاست؟ امام اشاره ای فرمود عبدالله رفت و مرتبه برگشت. آجان پس زینب من کجاست؟ این دفعه خود زینب صدا زد عبدالله بیا من زینبم. عبدالله گفت خانم این سفر خیلی طول نکشیده، چرا قامتت خمیده؟ یا زهرا رأس تو را به روی نی، هرچه نظاره می کنم
شود دلم نگه دوباره می کنم دارن که رقیه تو سینه امه بود حاجی شاید باورش نمی شده این سری که به نیزه سر حسینه آخه تا حالا حسین رو با محاصل خضاب شده ندیده بعد از افتادنش دیگه امه نگذاش جایی دیگه بره رقیه ز عشق و سینه میان آب و آتشم چو با تو هم از این میان کجا کنار می کنم گمان کنند دشمنان نیست به کام من زبان ز دور بس که با سرت به سر اشاره می کنم ز دور بس که با سرت به سر اشاره میگنم یه بیت دیگه منو صدا سناغم بخونم به دختران خود بگو که گوشواره ها چشم گریه به گوشواره نی به گوش پاره می کنه همسر تو بر سر نه هم سر اکبر از پی گاه نگاه سوی من گه به ستاره می کنم داداش رو خط بخون که رنگ زد آینه را که سنگ زد رخنه ز آه خیشتن به سنگ خاره می کنم یه جمله کوتاه به عبدالله فرمود عبدالله این سفر و داغ حسین من رو کش عبدالله عبدالله دیگه از زینب زندگی نخواه بعد حسین زینب هم رفته یا با عبدالله که این یه بیت حرف بی بی با داداش حسین حس وظیفه زنده نگه داشته منم ورنه هزار بار بی تو دل از جان بریدم هر وقت بچه ها سراغ تو رو از من میگیرم چه کنم داداشم ای وای حسینم ای وای حسینم ای وای حسینم ای وای حسینم میخواستم امشب دنباله اینو بخونم اما باشه برا شبای دیگه کشته شد محسنم کشته شد محسنم آنان که تماشا کردن
سند تیر به اسخر زدن امضا کردن سند تیر به اسخر زدن امضا کردن یه شب موصل باید بخونیم برای این دوتا که به ای زن بل قتله یا علی بخونی شما چند بیت دیگه من انشالله دعا کنم دلم مخواد با خوندن سعادات جلسه سلامت بشم حالا آسد علی آقا الحمدلله خیلی لذت بردیم نوش جانتون همه اونایی که سراسر عالم دیدین هر یک قطره این عشق به والله آبروتونه هم تو دنیا هم شب اول قبل همین یه مطلب رو خیلی سریع من بگم یکی از بچه های مداح مادرش از دنیا رفته بود وقتی دفنش کردن گفت رفتم کنار قبر گفتم یا ابا عبدالله یه عمری این مادر به خاطر اینکه من نوکر سید الشهدا بودم به پای من بوده بیش از بقیه بچه هاش امشب هم تو به پاش باش گفت صبح دیدم خاله اومده گریه میکنه شدید گفتم چیه؟ گفت تشکر کن از پسرم دیشب سید الشهدا اومد اینجا جانه فرمود پسرت سفارش کرده خودم هم که میدونیم پسرت سفارش کرده هیچ قصه ای نداشته باش یا ابو عبدالله ما که میدونیم خودمون قصه ای نداریم تو این زمینه اما حسین جان خیلی عادلشون میخواد خیلی چیزا میخوان همین عشق چشم و خیلی عادلشون میخواد داشته باشن بیشتر برای تو داشته باشن خیلی عادلشون میخواست الان کربلا باشن دلشون میخواد اربعین خودتو آجون آسون کن این وسیلهشو براشون فراهم کن انشالله اربعین اینجا باشن سید جان یا علی چون یالا وقتمون گذشته چند بیت تو باید دعا بکنیم حالا ایشالله وعده ما باشه در یک شب دیگه فدای تربتی که بوی سیب میدهد فدای تربتی که بوی عطر سیب میدهد خبر ز قتلگاه مظلوم و غریب میدهد سلام بر غمی که بر سینه شکیب میدهد محبت تو مژده از لطف حبیب میدهد آقا جان تو را شناختم که وقت غم تو را صدا زنم دست طلب به دامنت از سر التجا زنم یا ابا عبدالله سلام بر تو و لبی که از آتش گداخته سلام بر تو و لبی که از آتش گداخته به کهن جامه‌ای که با زخم تن ساخته کیست که جلوه تو را دیده و دل نباخته اونا که میان یه حرفایی میزنن شک تو دل بچه شیعه ها میندازن که البته تو دل بچه هیئتی بچه شیعه شکی پیدا نمیشه مگر اینکه شیطان میخواد وسوسه کنه ولی اونها طعم و بوی از محبت حسین ابن علی علیه السلام نبردند چرا دهه محسنیه بگیریم میگیریم و قدر مینهیم زحمت اونها رو اونها به شهادت رسیدن فقط برای اینکه ما هدایت بشیم لیستنقض عبادک من الجهل حسین از همه زندگیش گذشته محسن ابن علی نیامده پیغمبر برای او نام نهاده براش اهمیت داشته ایامش رو میگیریم به انف دشمنای حسین ابن علی خاندانش ولی ما که برنده این چون دستمون تو دامن حسین ابن علی است و در دست او دادیم اونی که چوب لاچرخ دستگاه امام حسین میکنه خیلی خودمونی میخوام بگم اون بدبخته و اون آتش میگیره اونه که هیچ چیزی گیرش نمیاد مواظب باشید با چهار تا حرف از بیرون نرید کیست که جلوه تو را دیده و دل نباخته هر که ز روی معرفت قدر تو را شناخته آقا جان
یک نفس از تو و ولای تو جدا نمی شوم، جز به رضایت شما دل رضا نمی شوم. آقا جان هر چه داریم فقط برای اینه که شما به ما چیزی دادید. اگر افتخاری داریم از سر کوی شماست، اگر احترامی داریم از سر کوی شماست، به حق اون بیوی که این روزا همه عشقش حسین ابن علی هرچند به روی نی رفته ولی کوی به کوی فریاد عشقش رو سر میده و احدی جلودار او نیست و هرچه دید زیبایی بود. فرمود ما رأیت الا جمیلا. همه این حرف ها فقط برای سند مظلومیت. دیدید توی دنیای روزمون هم همینطوره، هر کی مظلوم شد بهش میتازند. اگه میبینی یک دوره به 3 ساله ابی عبدالله میتازند، مالی که این خانم رقیه سلام الله علیها مظلومه. اگه میبینی الان یه عده‌ای فکر میکنند خیلی سواد دارند، به محسن ابن علی علیه السلام میتازند و اون حرفا رو میزنند، مال اینه که این آقا خیلی مظلومه. یه چیزی هم در گوشی بگم، هیئتیا مذهبیا، من و شما کم گذاشتیم که خیلی ها رو پیدا میکنن اینجوری حرف میزنند. باشه یک شب مفصلا. خدایا به حق زینب کبرا عجل لولی کل فرج، عجل لولی کل فرج، عجل لولی کل فرج. آقا دعا بفرمایید، دعا بفرمایید. بسم الله. آقا سید یا علی مدد دعا کنید. پس اسد حسن آقا برای برآورده شدن حاجات شرعیه همه شیعیان جهان و در رأس اونها فرج آقامون مولامون امام زمان آیه شریفه اما یجیب رو تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 و یجعلکم خلفاء الارض. الهی یا حمید باق محمد، یا آلی باق علی، یا فاطر باق فاطمه، یا محسن باق الحسن، یا قدیم الاحسان باق الحسین. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والناس. اي غفار بحق محمد واله الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو 3000 مرتبه شکر توفیق پیدا کردیم که بر روضه سید الشهدا گریه کنیم. قطعاً چشمی که بر حسین ابن علی علیه السلام بگرید یا کسی بخواند که دیگران گریه کنند یا خودش را شبیه گریه کنندگان در آورد، قطعاً بهش برای رایجب است. بهشت در اون دنیا و این دنیا که آن آغاست و کربلا، ارزانی شما و هدیه به شما. هر کجا هستی در پناه حضرت حق باشین تا سفره عشق دیگه. یا علی مدد حسینیه یه یا زینب، میگم هر شب میزنم زنگ در حسینیه، تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر هستی، دل سوز حرمت هر شب هر روز روی آقای من. زمینه که باشم این شب ها من کربلا، ای آقا زمینه که باشم این شب ها من کربلا، کربلا 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 کربلا.
هر شب هر روز روزی آیا